یعنی الان در جامعه زندگی میکنیم که ما همش در حال دیکودینگ هستیم، داریم رمزگشایی میکنیم. ما الان دقت کنید هر جا که میری میگی این قیمتش چقدره، واقعا نمیدونی به راست میگن یا دروغه. اگه ماشین دادی درست کنن، اگه به یه نفر ابراز عشق کردی اونم میگه واقعا من از ته قلب تو علاقه دارم، نمیدونی. این جامعه ای که مبتنی بر رمزگشایی شده خب خیلی پیچیده است، خیلی خیلی نگران کننده. صحبت امروزمون خیلی مهمه و واقعا به هممون مربوطه و مربوطه به صحبت‌های دکتر صد که الان با هم شنیدیم. صحبت امروزمون اینه که یادم یه صحبتی از دکتر صد میشنیدم که در مورد این بود که ما هر روز در این جامعه‌ای که هستیم توی ایران در حال رمزگشاییم و در حال دیکودینگیم. خب این جامعه برای تولید کننده واقعا سمیه و باید ببینیم راهکارمون چیه توی این جامعه. ببینید شما الان یه فروشنده خودتون رو در نظر بگیرید، خب مردم این اعتماد رو ندارن، همش در حال دیکودینگ هست. آقا میخواد ببینه که قیمتی که شما ارائه میدی اصلا قیمت درست هست یا نه. این اعتماد رو نداره مشتری، این اعتماد رو چطوری میتونیم ما جلب کنیم؟ خب این شاید خودش یه چالش خیلی خیلی بزرگ برای مصرف کننده به حساب بیاد، اما یه فرصت خیلی بزرگه برای تولید کننده، مخصوصا توی کشور ما. حالا این چالش فوق‌العاده بزرگ و خطرناک برای تولید کننده و ارائه دهنده خدمات چطور میتونه تبدیل به یه فرصت فوق‌العاده بشه برای اون تولید کننده؟ بهتون میگم چطور. شما وقتی در یه همچین جامعه‌ای زندگی میکنید که مردم همیشه در حال دیکودینگ و رمزگشایی و راستی آزمایی طرفشونن، این جامعه باعث میشه که اگر شما بتونید اعتماد مخاطبتون رو جذب کنید، اعتماد مشتری رو جذب کنید و اون با برندسازی درسته برند مورد اعتماد مشتریتون بشید، اونجا دیگه این از بین میره و اون مشتری شما نمیره از همه یکی یه بار بخواد خرید کنه، مستقیما میاد از شمایی که بهتون اعتماد داره خرید میکنه، چون مشتری وفادار شما شده. و باید اولین چیزی که مخاطب ما باهاش مواجه میشه رو ببینید چیه، و اون چیزی نیست جز هویت بصری برند شما. ببینید برندسازی 7 اصل گوناگون داره که حالا کم کم با هم آشنا میشیم و یاد میگیریم که اگر بخوایم یه برند موفق داشته باشیم این 7 اصل چجوری باید رعایت بکنیم. و هویت بصری چیزی که تو تمام این 7 اصل نقش مهمی داره و ما پست فردا شبمون هم اتفاقا در مورد همین هویت بصری، حتما همراه ما باشید، ما رو فالو بکنید، پستامون رو سیو بکنید و این پست فردا شب ما رو ببینید که هویت بصری چیه و چطوری میتونه کمک ما بکنه. خیلی ممنونم از تمام همراهی که تا الان ما داشتید و حتما با ما همراه باشید.